سنبل آبی یا شیطان نیلگون از طریق این کانال که به کانال سفیر امید مشهور است در حال انتقال به آبهای دریای خزر است. اگر این اتفاق رخ دهد فاجعه زیست محیطی بسیار عظیمی تالابهای شمال کشور را فرا خواهد گرفت. ما الان چندین سال هستش که با یک گونه خطرناک و مهاجم با گیاهی به عنوان سنبل آبی مواجه هستیم که با توجه به پالایش قدرت بالای پالایش این گیاه در تولید آلودگی که با ایجاد سرب و جیوه باعث سمی شدن میشه که احتمال سرطان‌زایی این گیاه هم بسیار بالا هستش. در این مدت اخیر در حدود 5 سال گذشته حدود 3 بار شهردار یاسترا در پاکسازی این مکان کمک کرده. متاسفانه محل رویش این گیاه ها در تالاب هایی که عمق کم و آب شیرینی دارند هستش. حالا به خاطر ظاهر زیبایی که این سنبل آبی داره این نباید در آبگیرها و تالاب ها رها بشه، چون اگر رها بشه قدرت پخش اینها 100 برابر هستش، قدرت پخش اینها 100 برابر هستش و باعث پخش و گسترش این گونه میشه که خطرات زیست محیطی بسیار بالایی هم دارن. گیاهانی که برداشت شده تحویل اداره محیط زیست داده شده. بهتر استش که مسئولان محیط زیست هم یک سری تدابیر اتخاذ بکنن که از گسترش و پخش این گیاه جلوگیری بشه. در راستای جمع‌آوری گیاه مهاجم سنبل آبی بنا به ضرورت جلسه ای رو که ما در فرمانداری جلسه پدافند غیر عامل رو در تاریخ 36 با حضور دستگاه‌های زیررفت انجام دادیم و با توجه به اینکه این گیاه سنبل آبی به خطر سلامت شهروندان رو ممکنه به خطر بندازه اومدیم و تاکیدات ویژه رو به دستگاه زیررفت کردیم و قرار است که بیل مکانیکی رو از راهن دریافت بکنیم و همچنین قایق‌های رو از ورزش و جوانان و یا مرزبانی دریافت بکنیم تا بتونیم در اسرع وقت این در کمترین زمان ممکن نسبت به جمع‌آوری این گیاه سنبل آبی اقدام بکنیم. امکانات شهرستان بسیار محدود هستش و ما درخواست داریم از اداره کل محیط زیست هم اگر وسایل و امکاناتی در این خصوص دارن به ما شهرستان اختصاص بدن تا اداره محیط زیست شهرستان در کمترین زمان ممکن نسبت به جمع‌آوری اقدام بکنه. بعد از سال 1390 سنبل آبی یا ارکیده آبی یا شیطان نیلگون به تالاب‌های انزلی و عینک دشت و رودخانه‌های سیاه درویشان و بهنبر سومسرا و لنگرود حمله‌ور و آبگیر شیلات آستارا از سال 1397 درگیر رشد این گیاه شده است. این گیاه آبزی و شناور از خانواده قلافیان بومی منطقه گرمسیری آمریکای جنوبی است. در اینکه سنبل آبی باعث برهم خوردن اکوسیستم منطقه می شود و تهدیدی جدی برای محیط زیست است شکی نیست، ولی باید بگوییم که گیاهانی با ترکیبات کارسینوژن وجود دارند که به دلیل تماس پوست با شیرابه‌های سمی باعث ایجاد سرطان پوست می شوند و از طرفی در مناطقی که دام‌ها چرای بی‌رویه دارند و وقتی که علوفه‌های خشک‌خوراک تمام می‌شوند گیاهانی که غالب هستند مواد سمی را وارد بدن دام می‌کنند و با تغذیه دام از آنها مواد سمی وارد گوشت و شیر دام می‌گردند.